17 روز دیگر تا برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان. در اینجا مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از آمادگی های بیشتر برای برگزاری انتخابات سخن میگویند. دبیر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که دستگاه های شناخت بایومتریک به مرکزهای ولایت ها رسیدند و قرار است روند آموزش کارمندان ولایتی برای کارگیری از این دستگاه ها به روز پنجشنبه در مرکزهای ولایت ها آغاز شوند. استخدام صورت گرفته، مواد ما به ولایت ها رسیده، تریننگ ها عملا در ولایات شروع شده. تریننگ بایومتریک امروز به ولایت ها 76 سیتی که پیشتر گفتم انتقال میشه و اوجا هم شروع میشه. هرچند مواد حساس انتخاباتی از جمله برگه های ریدیهی و بسیاری از بخش های کشور انتقال یافتند، اما انوز هم این مواد به 74 ولسوالی که راه های ناامن دارند نرسیدند. امنیتی ارگان هم دی که نگرانو چه دی انتقال لری مراکز تا تر مرکز دی ولایتو پوری دا مشکل نشتا، ولی دی ولایتو نخوا ولسوالی تا و قریجات تا دی سونزی دی سلو راویا ولسوالی دی چه دا باید غن هوایی انتقال شد. در همین حال شماری از جریان های سیاسی هشدار می دهند که اگر مواد انتخاباتی به ویژه دستگاه های شناخت بایومتریک به موقع به مرکزهای ریدیهی انتقال نیابند، شفافیت انتخابات زیر پرسش خواهد رفت. ما نگران هستیم که بایومتریک شدن متاسفانه مورد اجرا قرار نگیره و بعد اینا کوشش بکنن که روند سنتی را در نظر بگیرن. اگر روند سنتی شد و بایومتریک نشد، نتایج انتخابات محبوس میشه. وزارت دفاع، وزارت داخل، امنیت ملی با مسئولیت وا دارن که چگونه میتوانن با اینا همکاری کنن. همچه وسایلی که اینا نیاز دارن با ولسوالی دور دست ساحات نامن باید رسانده شود، بدون از طریق هوا ممکن نیست. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کارمندان بیش از 5100 مرکز رایدهی تا پیش از روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان چگونگی کارگیری از دستگاه های شناخت بایومتریک را فرا خواهند گرفت.